روزی 8 مارت در تالار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغد با اشتراک کارمندان مخدومات جلسه تنتنوی بخشیده به روز مادر برگزار گشت. جمعوادی تنتنوی تجسمگر احترام و غمخوری، مهر و وفاداری نسبت زن مادر با سخن تبریکاتی معاون اولی سردار ریاست جنرال مایور میلیسیا شفیزاده رستم اسماعیل آغاز یافته به سمی بانوان تبریکات وزیر کارهای داخلی رسانیده شد. ذکر گردید که زن مادر همچون سرچشمه حیات و تراوت بخش زندگی در همه دور و زمان با خصلت فرق‌کننده تربیتگری، صفت بهترین مهربانی و غمخوری جامعه را به کار و عملهای سازنده راهنمایی نموده و می نماید. سیاست امروزه دولت و حکومت به خصوص اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در قلمرو تاجیکستان و بیرون از آن به موقع زن ارج گذاشتن را ترغیب می نماید. زیرا مادر برای فرزند همچون اولین آموزگار و راهنمای زندگی قوت دل و متکا دستگیر و نجات بخش و عزیزترین موجود روی زمین شناخته شده است. کار و پیکار زنان در همه جا نشانه متانت و قوی ایرادگی آنهاست. امروز زن مادر بخصوص زن تاجیک را در کسب و کاری گوناگون موفق میبینیم که از لیاقتمندی و تشبثکاری آنها درک میدهد. نوبسته از مشکل ها آنها اثبات کردند که در برابر اویلدوری با مهنت دوستی میتوانند در پیشرفت جامعه سهم گذارند. در ادامه چهارابینی تنتنوی رهبری شورای زنان مقامات میلیسیا ولایت سوغد سردار کتیبات ریاست پالکوونیک میلیسیا کرومت توجیه و وابسته به غمخوری های حکومت مملکت جهت بلند برداشتن مقام زن مادر در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه تاجیکستان سخن کرده تاکید داشت که فعالیت بانوان در مقامات و ساختارهای گوناگون دولتی ثمره سیاست اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است. از پرتو این سیاست زنان در ردیف مردان برای پیشرفت زندگی خود را همچون یک عضو فعال جامعه نشان داده توانستند. با مناسبت روز مادر یک چند کارمندان مقامات با نظرداشت کاردانی و مسئولیت شناسی در سمت اجرای عهده‌داری‌های خدمتی و صفات‌های شخصی با مدال و نشان‌های صحوی افتخارنامه و سپاسنامه سرفراز کرده شدند. علاوه بر این به همه زنانی در چهارابینی ایدونه اشتراک داشته تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید.